رادیو همراه بفرمایید. سلام دوست. سلام، بفرمایید. ببخشید مزاحمتون میشم. میخواستم صحبت بکنم در مورد اینکه مثلا خیانت شوهرم به بعد از 30 سال. ممکنه بفرمایید؟ ممکنه بفرمایید هر دو چند سالتونه؟ من 54 سالمه، ایشون هم 57 سالش. اگر اشتباه نکنم فرمودید 30 سال ازدواج کردید؟ بله. اون وقت فرزند چی دارید؟ فرزند چی دارید؟ دو تا بچه دارم، یه دختر یه پسر. چند ساله هستم؟ یکی 25 سال میشه، اون یکی هم 16 سال میشه. شما از کجا تلفن میکنید؟ از اروپا. دوسته. چه مدتی از اروپا هستی؟ 30 سال. 30 سال؟ 30 سال، بله. یعنی همسرتون قبلا اروپا بودن، اومدن با شما ازدواج کردن یا بعد از ازدواجتون رفتن اروپا؟ نه، که اروپا ازدواج کردم. خب یعنی آمدید آخه شما 30 سال ازدواج کردید، 30 سال هم اروپا هستید، یه ذره اینا همون اولی که وارد شدید که زمان؟ ایشون اول اومده بودن، بعد من اومدم. اوکی، بسیار خوب. به من بفرمایید که در مورد خیانت چی میدونید؟ یعنی موضوع و ماجرا چه هست؟ خیلی سخته بخوام توضیح بدم، ولی خیلی دوستان به من گفتن خیلی خوبه که با شما صحبت بکنم، شما راه نمایی کنید من اگه کار درستی دارم میکنم. البته فکر میکنم نظر خودم کار درستی کردم. نه، به من بفرمایید که چی میدونید؟ چه میدونید و چه اندازه مطمئنید؟ من نفهمیدم، من بچه ها فهمیدم به هم گفتم. نه، بچه ها چی رو فهمیدن به شما گفت؟ دخترم فهمید. دخترم موقعی که 14 سال، عبید سه سال طول کشید، بعد دخترم به هم گفت، عبید نگفت اول به هم. یعنی ترسی که زندگیمون به هم بخوره بچه نمیگن، میگفت که چه خودش نگه داشته بود، نگفته نگفته بودی 4-5 ماه. بعد با پسرم صحبت کرد، پسرم متوجه بودی، پسرم بزرگتر، با اون صحبت کنم باور نمیکرد که اینکه خانش کرد که داره برو به ما خیانت میکنه. بعد اینکه هیچ کنه من نمیگفتم، میترسیدن من بگم. نه آخه اونا چی میدونستن که بطمئن؟ نه اولا شما رو بلنگو چیزی که نیستی، چون صداتون میپیچه. نه چیزی که الان بهتر شده تو؟ بله بهتر. شما بگید دخترتون، بله بهتر شد. دخترتون چی دیده؟ من میذارم آخه معذرت میخوام، وقتی میذارم روی از بلنگو درستان صداتون نمیشنوم، برای همین رو بلنگو گذاشتم. اگه درستان اشکالی نداره، میتونم رو بودن رو برش که حالی هم دارم. آره، ولی من تعجب میکنم، ولی که معنای نداره. ولی حالا بگذاریم، شما من بگید دخترتون میگه چی دیده یا چی شنیده که یه همچین نتیجه گرفته؟ بچه چه میگن تفلک میشنید صداشون که داره از طرف بالا یواشه که حرف میزنه و اونا فکر نمیکرد که میشنبه. بعد ما دستو پیش خودش نگه میداشت. نه آخه سب کنید، نه سب کنید. آخه ببینید، شما روزی که یه اتهام بزرگ مهمی میزنید همینجوری که به صرف شنیدن ایشون یه چیزی، اولا دقیقا چی شنیدن؟ یک بار شنیدن؟ 10 بار شنیدن؟ آخه بر این مبنا که خیلی طول کشیده بود، خیلی طول کشیده بود. میگم مدت 3-4 ماه میشنید همینجوری، ولی دورت نمیکرد بگه. یعنی شما نصب کنید عزیزم، شما همه چیز رو میدونید، من هیچی رو نمیدونم. آیا همسر شما یه ساعتهایی، روزهای مشخصی وقتی در خانه بودن با یه خانمی حرف میزنن و دختر شما هر روز یا هر چند وقت یه دفعه اون رو میشنیده؟ فکر میکنم هرگز میشنیده. آخه فکر میکنم میشنیده. نه، برای اینکه ایشون همیشه دوست داشت که تنها باشه. یعنی من هر جایی که میخواستم برم همیشه ناراحت میبود که با خانواده رفت آمد. یادم
در واقع گوشه‌گیر بود و من فکر می‌کنم این گوشه‌گیریش فقط به خاطر اینه که نمی‌خواد سر رفت و آمد بکنه با خانواده‌ام. و منم اول خیلی به فشار می‌آوردم که بیاد مثلا قاطی شه با فامیل. و شما وقتی ازدواج می‌کنید می‌خواید که خانواده تشکیل بدی که دور هم باشید، نه اینکه بخوای خود تنها جایی بدی. ولی خب میگم اولی خیلی اصرار میکردم اینا، بعد دیدم که فایده نداره این اصرار بی خودی و این که گوشم خودش ترجی دوست داره هر کاری انجام بده اینه. البته این موقعی بود که بچه رو کوچیک بودم، بعد که کمی کم بزرگتر شدن اینا و اینقدر اصرار عشق و اینا میکرد که من هیچ وقت فکرش نمیکردم که یه همچین کاری رو انجام بده. یعنی وقتی که واقعا فهمیدم که این کاری کرده شکر شدم، باورم نمیشد. این حکی همین گفت نمیفهمیدم و بچه ها هم همینطور بودن. من پسرم به طوری که اصلا خودم اول باور نمیکرد که این ایشون داره خیانت میکنه. میگم دخترم پانش کرد که گفت داره این کار میکنه، بابا داره این کار میکنه، میگه این کار نداره ولی خب داشت. به هر حال این چیزه نه آخه عزیزم، نه آخه صبر کنید ببینید. من چند بار از حضورتون خواهش کردم و خدمتتون گفتم شما همه چیز رو میدونید، ولی وقتی با یکی حرف میزنید شما باید همه اطلاعات رو بدید. من عرضم اینه که دختر شما حرفش اینه، چند بار؟ یک بار؟ پنج بار؟ پنجاه بار؟ همیشه موقعی که من نبودم خونه. عزیزم آخه همیشه که معنی نمیده. شما یعنی به یه پیشون یعنی سلام بکن ببخشید، یعنی زمانی که من برفرض میافتم بیرون خرید یا برها بیرون میافتم یا هر چیز، دختر من میمون خونه نمیمون. بعد من فکر میکرد که خود سنه کسی نمیشنبه، پسر من که تو اتاقش بازی میکرد توی کامپیوتر و اینا، بعد فکر میکرد که کسی نمیشنوندش. وقتی که دخترم کنترلش میکرد، من کنترل نمیکردم، من کنترلش میکرد. من اصلا فکر شده که نمیکردم که همچین کاری رو من میکنه. عزیزم هی نری سراغ اون موضوع که عزیزم میشه لطف کنی؟ ما فعلا میخوایم راجع به ماجرا بدونیم که فکر میکردید. نه ببینید عزیز، شما لطف کنید اگر میشه بدونی که حاشیه برید به سوال من، چون ببینید باز تکرار میکنه. اصلا حاشیه نمیدم جان، اصلا حاشیه نمیدم، یعنی همین چیزی که اتفاق افتاده رو دارم بهتون. آخه من ببینید عزیز من، سوال برای هیچ کس برای من روشن نیست اصلا چه اتفاقی افتاده. شما میشه لطف کنید بهتون بگم دقیق آیا بر اساس آن از دخترتون به شما گفته یه بار اتفاق افتاد، پنج بار، پنجاه بار، پونصد بار؟ میشه یه عدد به من بدید حدودا؟ شما فکر کنید مثلا از 3 تا 4 ماه این اتفاق می افتاده موقعی که من خونه نبودم. اوکی اولا یادتون خیلی خوب بسیار، یعنی شما حرفتون این است که 3 تا 4 ماه تقریبا اولا همسر شما همیشه خونه بودند و دخترتون هم هر دو خونه بودند؟ بعد از کار می اومد خونه. بنابراین همسر شما تشریف بردن سر کار، بعد از اون که می آمدن شما هر شب بیرون بودید تو 3 ماه 4 ماه؟ نه نه هر شب که نه، وفت بشد 3 شب. شما هفته 3 شب؟ شما هفته 3 شب؟ بله شما هفته 3 شب؟ میگم 3 شب 4 شب بستگی داشت بعضی وقتا، نه اینکه برم زیاد بمونم بسر، مثلا میفتم 2-3 ساعت بیرون برمیگردم. من به اون چه اهمیتی میدم؟ نه اینکه من شب نیم خونه، نه اینکه من شب نیم خونه، نه من چه همچه حرفی زدم؟ من نه من زیم بله، یعنی هرگامی که من خونه نبودم بچه که از مدرسه می اومد خونه، مثلا ایشون که خونه بودم فهمی که من نمیشنوم، من هم نمیدونم، بچه هم نمیشنوم، اون پسر هم تو مشغول بازیه نمیشنوه، قصه تو غرق بازیه، اون هم که داره بچه این یکم که داره درس میخونه نمیفهمه. برای همین تلویزیون مثلا برفت زیاد میکرده که کسی نکنه، ولی دختر من حواسش بود، اینجوری بود که
من یواش بچه‌ها فهمیده بودن. من شنیدم. من حالا به من عزیزم صبر کنید قربونتون. اوکی به من بفرمایید. من وانیشم شما از من سوال کنید. لطف کنید. به من بفرمایید که آیا اون آدمی که باشون حرف می‌زدن ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟ ایرانی بودن. بنابراین شوهر شما با یه خانم ایرانی صحبت کرد. آیا شما می‌دونید اون خانم کیه؟ اصلا نمی‌شناسمش. نه، الان می‌شناسیدشون یا نه؟ الان هم می‌شناسمش. بسیار خوب. آیا همسرتون ولی... قبول نه سب. آیا هم قرارش سوال من دید. آیا همسرتون قبول کردن که با یه خانمی ده ها یا صد ها بار صحبت کردن؟ انکار کردیم. خب شما پس از کجا مطمئنید؟ فقط دخترتون گفتید. برای اینکه ما برای اینکه گرفتمشون. چه جوری گرفتیشون؟ با هم دیگه. خب پس شما بنابراین شما یه خانمی رو دیدید. بله دیدمش ولی هیچ برخوردی باش نکردم. من نگفتم شما برخورد کردید. ممکن به من بفرمایید شما چی رو دیدید؟ ایشون به هوای اینکه من مسافرت هستم از فرصت استفاده کردم و پشت رفت بگم من مسافرتم. پشت رفت واسه خودش بدونین که به من اطلاع بده یا بدونین که با ما پشت بیاد. پشت رفتش واسه خودش مسافرت بدونه که من بدونم و اینکه فکر میکرد که من متوجه نمیشم که این رفت مسافرت و من مسافرتم خودم رو رسید. برای همین فکر نمیکرد که من وسط مسافرتم پاشم بیام ببینم که این کجاست. شما تشریف برده بودید مسافرت، از کجا متوجه شدید برگشت؟ وقتی برگشتید کجا رفتید اونا رو دیدید؟ اونا که مسافر یعنی همسر شما از یک کشور اروپایی رفته بودن کشور اروپایی دیگه کسی رو ببینن، درسته؟ بله. و شما برگشتید از کجا فهمیدید ایشون کجا هستن رفتید پیداشون؟ دخترم. دخترتون به شما چی رو داد؟ آدرس رو داد؟ بله، آدرس جایی که اینشون رفته بود. دخترتون از کجا اون رو میدونست؟ از تو ایمیلش. از تو ایمیل؟ بر ایمیلش، بر. پس از طریق تلفن تنها نبوده. شما اونجا که رفتید شما اونجا که رفتید با چه منظره‌ای روبرو شدید؟ دست هم اوکی. پس بنابراین ایشون که نمیتونن دیگه انکار کنن، ایشون اومدن توی کشوری. نه میگه ایشون برگشت این حرف خیلی معذرت میخوام ببخشید صحبت کردم. بقول من احمقانه فکر میکنه با یه فکر کردید من با یه بچه 5 ساله هم بودش میفهمم. کلاینت هم گفتم کلاینت چی؟ جی همچی حرفی میزه دست دست یه زن کلاینتته. اوکی شما رفتید. نه شما میشه بذارید یه کاری کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. لطف کنید به من بفرمایید اونجا که تشبردید اونا رو چجوری پیدا کردید، کجا دیدید و ماجرای دست تو دست کجا بود؟ این نشستن که جدا هستن ولی داشتن راه میرفتن؟ نه نشسته بودن توی رستوران. صبح من بسیار. شما تشبردید اونجا و اونا دیدی در یه رستوران هستن، آیا رفتید جلو باشون حرف بزنید یا نه؟ توضیح بدم دکتر از اولش؟ نه از اولش نمیخوام. نه میگم اونجا که رفتید آیا اونا سر میز بودن رفتید سراغشون یا نرفتید؟ من سر زود رسیدم. با دخترم با هم بودیم. صبح زود رسیدم تو همون کشور، طوری که همه جا اکثرم بسته ساعت 6 صبح. بعد تونستم به هر حال البته دخترم رو نبودم که ببینتش بیشتر ناراحت شد. بعد خودم رفتم تو هتل. بعد از رسپشن خواستم که میتونم وارد بشم و اینا. دیدیم که اگه مال اونجا نباشی رو دادگاهتون نمیده. ولی خب اینجا رفتم تو. بعد 5 تا رستوران بود ولی تو همون اولین رستوران پیداش میکردم. بعد تو رفتم داخل نگاه کردم از دور دیدم که
ایشون نشستن، یه خانم هم جلوش بود، تا بغلش وایساده بودم، دو تا منو نگیر میخوان، تا بغلش وایساده بودم، یعنی انقدر غرق صحبت که بودم. ولی به خاطر اینکه خانواده پسرم اینا خیلی هی میگفت مامان نزدیک نشو، فلان نشو، ممکنه یه لحظه ریاکشن بدی نشون بده، فلان کنه اینا، خب من ای چیز کرده بودم که زیاد این گفت نشو، داخل نشو، رخالت نکن، یعنی با چی نفسی یه دفعه. بعد فقط همه چیزی الان هم با چی صحبت میکنم، دست با میره از رخی حرف میزن، یعنی فوق العاده نرویس بودم. بعد رفتم بغل دستشون و من خانم منو میدید، فکر کرد که من یه عکاسی چیزی هستم بغلشون وایسادم، و هنوز شوهر من نایده بود که درست بغل دوتاشون وایساده بودم و هیچ عملی انجام ندادم. درست خیلی ها به من گفتن حداقل یه کاری میکردی، میدی تو صورتشون، یه چیزی باشون میکردی. گفتم چه روزه میداشت، من فهم میخواستم با چشم ببینم باور کنم که کردم، یعنی اصلا اگه با چشم دستو نمیدیدم باور نمیکردم. و اینم بیشتر به خاطر دخترم، چون دخترم مسافر دست بودیم، دخترم گریه انداخت، برای همون گفتم من باید برم ببینم حتما که باورم بشه. که متاسفانه فکر کردم میدونی دنبالم، هلو بعدی نمیدونم آخه شما رو که ندیده، اگر ندیده چجوری بیاد دنبالتون؟ دید من رو دوشو با وجودی که شما رو دید، آخه شما بودید کنارش بودم، آخه دو دفعه تکرار کردید که منو ندید. برگشت منو دید یه دفعه منو دید، شوکه شد. خب بعدش چه؟ بعدش شما از اونجا دور شدید، ایشون دنبال شما نیومده؟ من برای اینکه میگم اینقدر دور و ایران بچه و دوستان گفتن ممکنه توی کشور دیگه هستی، یه دفعه دعوت بشه، زنه بزنه، یه وقتی رو باز میشه به هر حال هزار تا چیز دیگه پیش میاد. آخه عزیزم من نمیخوام شما رو اذیت کنم، ببینید من حرفی ندارم، حتما آنچه میفرمایید درسته، ولی شما می رفتید جار زدید، دوستان همینجوری خبر شدن که شما دارید میرید؟ نه فکر کردن شما نه. من از دوستان میگم، دو شده وقتی میگم دوستان، دوست نه، خانواده نزدیک هم. من شما شما به خانواده نزدیکتون به کی گفتید که من دارم میرم مچ شوهرم رو تو رستوران با یه کسی بگیرم؟ شما از کجا میدونستید؟ به پسرم، به پسرم، به برادرم. بسیار بسیار. حالا اونجا بعدم ایشون به روی خودش نبرد، بعدن کی با ایشون راجبه صحبت کرد؟ اومد بیرون دنبالم، خیلی آهسته، من فکر کردم میدوه دنبالم، من که کشوری دیگه هم، فکر کردم میدوه دنبالم ببینی که لون بگیره. اصلا داشتم اصلا چه شده بودم که این که اینقدر ببخشید مذارت میخوام روی حرف میدم، اینقدر بیغیره شده. میدونه من بچه دخترم همرامه. بعد فقط اومد بیرون و گفتم برمیگردی زودتر تحقیق همونو روشن میکنیم، خیلی زود. بعد گفتم حالا میاد فوری زودتر از من برمیگرده. اصلا وایساد اون مدتی که گرفته بود فایدهش و بعدش بود، وایساد تا آخرش وایساد. یعنی چه مدتی؟ وقتی هم که آمدن گفتن که این مراجع یا مشتری کلاینت من بوده؟ اینقدر پرو داشت صحبت میکرد که بخواد مثلا حق بزانه. نه به من بفرمایید شغل همسرتون چیه که در یک کشور خارجی کلاینت داره؟ همین داشت کترینگ بزنه. چی عزیز؟ ارتباطی به کلاینت داره تو کلاینت. من میگم شوهر همسرتون شغلشون چیه که این حرف رو زدن؟ میگم که تو این بیزه داره تو ببخشید که نمیگم کمپلیت کار میکنه. آکه بسیار به خاطر اینکه
خیلی خب، بعد از اون که بعد از این که این اتفاق، الان چه مدتی از اون زمانی که شما رفتید اونجا شوهرتون رو دیدید گذشته؟ یک سال. و شما توی این مدت یک سال چه نوع رابطه‌ای با هم داشتید؟ هیچی دیگه. بیرون دیگه هم برو بیرون خونه. آیا ایشون هنوز تو اون خونه زندگی میکنن با شما؟ به خاطر بله بله متاسفانه بله، به خاطر اینکه خب به هر حال ما 30 سال زندگی کردیم، خونه داریم، بیزنس داریم، مزیت چیز دیگه داریم، ولی خب اینا باعثی همه شرکه ولی نمیخواد بکنه متاسفانه. شما من بفرمایید که پارسال وقتی این اتفاق افتاد آیا با برادرها درباره آنچه دیده بودید با ایشون صحبت کردید؟ بله. آیا من اونها با هم... رو گرفتم. آیا اونا با همسرتون، هیچ کس با همسرتون گفتگویی کرد؟ نه، اگه گفتگو میکردن خیلی بد میشد. یعنی چی خیلی بد میشد؟ یعنی اینکه به راه راست درست نمیشد. یعنی خب حالا راه راستی که خود شما درستش کردید چی؟ نه، راه راست منظورم که اینطوری میشد که کار به جای باریک میکشید. من برای همین مجبور میشدم که خانوادم رو جدا نگه دارم، یعنی نذاشتم قاطیشن، که اگه قاطی می شدن یه کاری دستشون، مثل همون سعی کردم که نذارم، یعنی همشون رو ازوی نگه داشتم که خواهش با خواهش همین که بزن اجازه بگه من خودم انجام بدم کارم رو از طریق قانون. از طریق قانون یعنی چیه؟ یعنی قانونی انجام بدم همه کار، یعنی وکیل قانون. رو آخه وکیل اینا که فقط شما میتونید تقاضای طلاق کنید تو جدا بشید. آخه فقط میگم مسئله جدا شدن نیست. چه کار غیر قانونی؟ چه کاری سرکار خانم من اصلا شما رو نمیفهمم، چه کار غیر قانونی اتفاق افتاده که قانون در اروپا تعریف میکنه که ایشون مرتکب جرمی شدن که شما ایشون رو ببرید دادگاه؟ خب این جرم متاسفانه این کار جرم نیست. بله. خب پس بنابراین از طریق قانونی شما با چه کار کنید؟ نمیخواست از خونه بیرون بره دوستو. نه من شما فقط میتونید شما فقط میتونید طلاق بگیرید بر اساس قانون، به هر حال مشخص میکنن کی بمونه کی بره و اموالتون چگونه تقسیم بشه. تا الان تو کشیده دوستو و الان هم هنوزم که هنوزه توی خونه است، اصلا خراب کرده، بیرون نمیره، میگه با اصلی همه چی طبق چیز شرشه اینا. گفتم خیلی خوب باشه همین کار بکن، فقط از زندگی برو بیرون، از زندگی برو بیرون، راحت هم بذار که نمیتونم ببینم توی خشب. ولی متاسفانه هنوزم که هنوزه توی خونه و اینکه اصابم خراب میکنه، دست همه چی میزنه، همه چی من اصلا یه وسواس خاصی پیدا کردم به خاطر اینکه میاد توی خونه. من حتی تو خونه خودم پرایوسی ندارم، میدونی چی میگم؟ میترسم دوربین گذاشته باشه توی خونه، میترسم میکروفون گذاشته باشه توی خونه صدامو ضبط بکنه، یا نمیدونم. در کل دکتر اصلا راحت نیستم، میدونی؟ یعنی داره اذیت هم میکنه. پرسشتون از من چی عزیز؟ بسیار خوب، خواستم ببینم چه جوری میتونم خودم کامدن کنم، راهی وجود داره؟ عزیزم من در حدی که من میدونم شما اگر برید تقاضای طلاق بکنید بر اساس قانون شما رو از هم جدا میکنه، آنچه هم که دارید بر اساس قانون که من نمیدونم چه هست بینتون تقسیم میکنه و بنابراین از شرایط شما خلاص جان. الان از این چیزی که من فهمیدم رفتم مشاورشون رو گرفتم یک ساله، ولی این مسئله دو سال طول کشیده تا الان، چون قبل از اون فهمیده بودم یه جورایی که همین دخترم به هم گفت، پسرم به هم گفت، ولی الان دیگه
دیگه به یه جایی رسیده که داره آزارم میده، یعنی مخصوصا حالا نمیدونم میگه سادیست، اصلا یه جوریه که مثلا فکر که من دو تا این فیفا نمی کردم که یعنی کاری داره، اصلا نمیدونستم اینقدر نام اینقدر بدجنسه، یعنی طوری شدم که اصلا نمیتونم زیر یه سخت باری زندگی کنم. آخه منم که عزیزم، من اصلا شما رو قربونتون من چون شنوندگان عزیز دارن میشنن، من اصلا حیرت میکنم شما نمیخواید با ایشون زیر یه سخت باری، 100% در یک کشوری مانند اروپا شما میرید تقاضای طلاق میکنید، همون دادگاه اولی که خیلی زود هم تشکیل میشه میگن از هم جدا زندگی کنید. به همین راحتی نیست. نه، دو سال طول نکشه. اگه شما اقدام نکردید کجا طول کشید؟ کردم. شما تقاضای طلاق کردید؟ کرونا هم خورد. شما تقاضای اوکی، شما تقاضای طلاق کردید؟ بسیار خوب، بنابراین راهش این راه درست رو رفتید. من چیزی دیگه به نظرم نمیرسه. من اگه شما تقاضای ولی زمان میگیره، هنوز سرسیرینگش هم گرفتم ولی به این راحتی نیست. خیلی طول میگیره. بهرحال راه حل دیگه من به نظرم نمیرسه. شما تنها کاری که میتونین بکنین توین از طریق جدایی و طلاق از اینکه با هم در یه خانه باشید جلوگیری کنید، راه دیگه ای نداره. میگه تن خونه به اسمش نصفش نمیتونم خونه بزنستم. من قوانین کشوری که شما درش هستید رو نمیدونم. اگر در امریکا بودید من خدمتتون عرض میکردم، عرض منو بشنوید و فکرم نمیکنم اروپا غیر از این باشه. روزی که دو نفر تقاضای طلاق میکنن وکیل شما میتونه تقاضا کنه که یه نفر بره یه نفر بمونه تا مسائلی که بینتون هست از نظر مالی حل بشه. خودش رو بنده به این که من پول ندارم، اونم مهم نیست. به هر حال ایشون اسناد و من که اصلا نمیگم ایشون پول دروغ نمیگن. عزیزم شما، من هر کسی میتونه هر جا بگه من پول ندارم. اگر در امریکا شما بگید پول ندارم، حساب بانکی 10 سال شما رو میکشن جلو. شما یه جا کار یه درآمدی بعدم وقتی این دروغو بگه محکومیت خودش رو مشکل خودش رو بیشتر میکنه. خب اینجا چیزایی هست، اینجا کارایی، اینجا حساب دارایی هست که میتونه کاراشو درست کنه. من دیگه نمیدونم. اگر قرار است که شرایط قانونی کشوری که شما هستید حسابدارا براش حساب درست میکنند و دادگاه هم کاری نمیتونه بکنه، من چیزی به نظرم نمیرسه عزیز. متاسفانه میگم دیگه، گفتم شاید شما میتونی من کمکم کنی، یه خود آروم بگیرم. من اصلا من با نظام ذهنی و فکری شما هیچ ارتباطی نمیتونم برقرار کنم عزیز. نمیخوام بگم عیب و ایرادی در شما نیست، در منه، ولی من فکر نمی کنم یه آدم واقع بین معقول منطقی به موضوع اینجوری نگاه بکنه و عمل کنه. بنابراین برای شما برادرانی دارید، با اونا صحبت کنید، مطمئن هستم که اونا میتونن کمک و راهنمایی کنن. بله اونا کمک میتونم بکنم ولی به روی چه دیگه. ولی متاسفانه میگم اگه ایران بود یا اگه یک کشور دیگه بود میتونست بدم یک کاری بکنه، ولی متاسفانه اروپا طوری شده که آدم همه فکر میکنن نه همه چی واسه خانوما هست، ایران نیست که حقشون رو بخورن یا نخورن. نه اینجا هم همینطوری، هیچ هم فرقی نمی‌کنه. اوکی، به هر حال شما همونطور که خودتون بهتر از همه میدونید تقاضای طلاق رو کردید، به هر حال باید صبر کنید تا زمانش برسه. امیدوارم مشکلات حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. متشکرم. ممنون. اصلا ندارم. به دوستانتون که گفتن به من تلفن کنید بفرمایید اون چیزی سرش نمیشه و نمیدونه و درست هم میفرمایید. نه خواهش میکنم، خیلی شما هفته نه خواهش میکنم.